مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه. ایران سرزمین ماست، ما از یک آب سراسر فرسود هوای وطن از چه بیتابانه میخواهم اتی دون ریتا بد خدا همه رکت سحری گذشته ز یادت که ز پشت شیشه می آید شرری از آن گل آتش می خندد می گرید که خطا نکرده به چشمش نظر من هم از آن روی می پیچد در تاب و تب سحر من موسیقی ساده حرفش مرحمت ساز شبم شد دف به کفش دست افشان آمد و آواز لبم شد درویشان حلقه دل پیدا کردند کوبیدند مشت به مشت دست به دست پای به پا رو به تو ره می پویدند رنگ خدا را می دیدند باز سماعی برپا بود آنها در حلقه دلها رقص کنان می چرخیدند چرخ دگر دور زنان بی خبر از ما بی خبران با تب و لرز رعشه وصل ملکوتی در تنشون نعر زنان منصوری هر یک بردار با نفس پیر خرابات قنچه وصل خدایی را با لب جان می بوسیدن آمده بودم به حریمت سرخی آن شعله گواهم سحر که می شد بار دگر گلواژه لحظه آخر سوختنت نقش زنان روی نگاهم درویشان باز تو را باز تو را باز تو را می جویدن علیرضا نوری‌زاده سه‌شنبه دوم دیماه 23 ماه دسامبر یک روز پیش از سنتی که به برای تولد عیسی مسیح می گیره پیامبر عشق و آزادگی و پیامبر دیگری که در سرزمین ما آمد مهر پیامبر نور و زیبایی و خورشید و گرما و تجلی عشق این شعر رو در خانقاهی در سمنگان در ازبکستان در اونجا گفتم در نمنگان بله در اونجا در سمنگان گفتم یاد رستم افتادم داستانش همون طرف هست ولی شبی بود در اونجا و درویشان ذکر گرفته بود پیش خودم گفتم 80 سال اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی چنگ زد عرفان رو بندازه غیر اسلام داشتن یه مفتی مسکو بود و خلاصه مفتی هم داشتن ولی عرفان رو باش می جنگیدن وقت اونجا دیدم در دره نمنگان چه داستانی بود باری تبریک به مردم تونس چقدر زیبا بود ببینید ما میراث رضا شاه رو چیکار کردیم باهاش آرامگاه رضا شاه رو ویران کردیم مردی که اومد سکولاریسم رو بدون اهانت به دین در معنا پیاده کرد بدون اینکه توهین به دین بکنه بدون اینکه بخواد خودش میرفت سینه میزد اون زمانی که سردار سپه بود و خیلی کارهای دیگه که معمول بود فرزندش هم که اعتقادات سفت و سختی داشت اما ما میراث او رو آتش زدیم متعالا نسل جوان اومده نشون میده که نه اشتباه کردید حالا بعد از این براتون یه موضوعی رو خواهم گفت مردم ترکیه یه بخششون به میراث آتاتورک پوش کردن اما اکثریت موندن و اردوغان کوچکتر از اون که بتونه اینو تغییر بده مردم تونس به میراث بورقیبه وفادار بودن وقتی تونس انقلاب شد دید بن علی آدم نکشت سوار تیاره شد رفت یک دولت موقت تشکیل شد آقای قنوشی برگشت به تونس اخوان المسلمین قدرت گرفتن فکر کردن در برابر نیروهای سنتی که تو سرشون زدن سرکوب کردن اینا میتونن بیان بالا
این همون داستان خمینی با ایران و جبهه ملی. فکر کنید اگر جبهه ملی پشت سر زنده یاد دکتر بختیار ایستاده بود مثل آقای قائد از سپسی، حالا بختیار تازه در رژیم قبل، فقط یک دوره در زمان زنده یاد دکتر مصدق معاون وزارت کار بود، ولی در هر حال اگر جبهه ملی ایستاده بود و ما مردم ایستاده بودیم، حکایت تونس تکرار میشد. آقای خمینی خیلی زور میزد، یه تعداد نماینده به مجلس میفرستاد، اونم از نوع آقای بنی صدر و آیت و غیره و یزدی و اینا میرفتن، دو تا هم ممکن بود توشون آخوند باشه، ولی بیشتر از این کاری نمیتونست بکنه. ولی مردم تونس این کارو کردن، 3 سال مبارزه کردن، زنان تونس اومدن خیابون، مقاله نوشتن، تلویزیون، رادیو، همه جا. آقای قنوشی نقشه‌های دور و دراز داشت. محمد مرسی در مصر اومده بود و ایشون فکر کرد این آقا هم میاد تونس رو میگیره، وصل میشه به مصر و لیبی و بعد در سوریه هم یه رژیم اخوان مسلمینی میاد و خلاصه همه چی جور میشه مطابق میل آقایون. آقای منصف المرزوقی هم یک طبیب که در فرانسه بود و بعد در زندان هم رفته بود و غیره، ایشون هم به عنوان رئیس جمهوری موقت انتخاب شد و تصور میکرد دیگه تمومه دیگه، یک ائتلافی بین نهضت به رهبری راشد قنوشی و آقای منصف المرزوقی حزب سوسیال دموکرات. آقای مرزوقی شروع کرد اداهای حامد کرزای رو در آوردن، یعنی کچلوا میشه کراوات نمیزد، یه عبا مینداخت رو شونش، یه کلاپوستی میذاشت سرش، مدلی که نهضت میخواست داشت خودش رو درست میکرد. چارزانو میشه زمین، نمیدونم مهمانای خارجی که میمدن از اون اداهای بله من بیزارم از قدرت در آوردن، و این توی ذوق مردم زد، توی ذوق زنان تونس زد، جوانان زد، بی‌اعتنایی بهش کردن. بعد انتخابات پارلمانی شد. در این انتخابات در میان شگفتی همگان حزب ندای تونس، یه حزب سکولار به رهبری آقای باجی قائد از سپسی که در زمان بورقیبه وزیر بود و بعد رئیس پارلمان بود و بعد در آغاز انقلاب هم یه مدت کوتاهی نخست وزیر بود، بعد همون اسلامی ها و اینا زیرابش رو زدن، حزب او برنده شد، بالاترین تعداد کرسی ها رو به دست آورد. آقای قنوشی دوم شد، حزبش نهضت. متوجه شد قنوشی عجب مردم مزاجشون تغییر کرده، یه ادم سلفی آدم کش توی کوه تهدید میکردن اگه برین انتخابات سرتون رو میبریم، دو تا از برجسته ترین شخصیت های سندیکایی و سوسیالیست تونس رو هم کشتن. انتخابات در کمال آزادی برگزار شد، تمام دنیا تایید کردن انتخابات آزاد بوده و حزب آقای قائد السبسی، حزب ندای تونس، برنده شد. بعد انتخابات ریاست جمهوری شد، آقای منصف المرزوقی به زشت‌ترین شیوه تبلیغات دست، دائم به مردم میگه مردم مراقب باشید، این قائد السبسی 86 سال پیرمرد، پشت سرش تمام دار و دسته بن علی و دار و دسته بورقیبه، اینا کردیت شد برای این، یعنی مردم به یاد آوردن در دوران بن علی و بورقیبه آزادی داشتن، آزادی های اجتماعی داشت، حالا سیاسی نشدن فساد بود ولی آزادی های اجتماعی داشت، آن چیزی که ما در زمان قبل از انقلاب داشت. مردم آمدن به صحنه و انتخابات به دور دوم کشیده شد، یعنی قائد السبسی اول شد، آقای منصف المرزوقی دوم شد و به دوره دوم کشید که یک شنبه صورت گرفت. این خیلی جالبه براتون بگم، من از همون اول که نگاه می کردم گزارش های مصور رو، برام روشن بود که آقای سبسی می بره، چون نگاه می کردم به قیافه رای دهنده ها و به محضی که انتخابات تموم شد روی اون آمارگیری که می کنن، رئیس ستاد سبسی گفت سبسی برنده شد. تا اینو گفت آقای منصف المرزوقی هم عصبانی شد، گفت اینا قلابی و بیخودی و تقلب و از این حرفا. کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد 52,000 رای رو باطل کردیم، 25,000 تا هم رای سفید دادن، تقلبی در کار نبود. و گزارشگرایی که بین‌المللی اونجا بودن، ناظران بین‌المللی که بودن، اینها هم تایید کردن، از جمله اون مجموعه آقای کارتر، که انتخابات در کمال نزاهت و عالی با معیارهای منطقه اصلا غیر قابل باور.
و سرانجام دیروز رسماً اعلام شد که آقای باجی قائد از سبزی با 54.68% آرا برنده شده، آقای منصف المرزوقی بل 59.99% آرا، آقای منصف المرزوقی دوم شده و 45.5% آرا رو داشته. مردم ریختن به خیابان، حالا یک شنبه هم شادی میکردن، بزن و بکوب تو یه خیابون داره، خیابان حبیب بورقیبه که میگن شانزلیزه تونسه، خیابان خیلی طویل و طولانی و زیباست و در اونجا کافی شاپ های متعدد هست، مغازه غیره، تا صبح باز بودن، میگفتند و میخندیدن. قائد از سبسی اومد با مردمش صحبت کرد، یه حالت پیر دیر داره، مثل مثلا زندیا دکتر مصدق یا مثل قوام السلطنه، حالا بگیریم یه شخصیت لیبراله و مردم دوستش دارن، با تجربه است، در تمام سالهایی که خدمت کرده به نزاهت و پاکدامنی و صراحت لهجه معروف بود. مردم تونس نجات پیدا کردن. در سال آینده از 15 ژانویه که رئیس جمهوری قسم میخوره، پارلمان جدید، تونس وارد عصر جدیدی شد. ببینید میخوام بگم دیکتاتور هم با دیکتاتور فرق میکنه. محمد رضا شاه که رفت، حالا اگر او رو دیکتاتور بدونید، کشور دست نخورده بود، پولامون سر جاش بود، رزروامون سر جاش بود، دانشگاهمون سر جاش بود، همه چی درست بود، همه چی درست بود. یه مجموعه رفته بودن که اگر آقای خمینی عقل داشت و رژیم درایت داشت، ایران بهش شده بود. نداشتن دیگه، قدرت طلب بعد از هزار سال میخواست به قدرت برسه و این گند رو زدن که الان شاهدش. توی لیبی 40 سال قذافی سرکوب کرد، دانشجو رو تو دانشگاه، دو تا دانشجو مخالف رو داد دار زدن و گوشتشون رو کندن با دندون. نتیجهش چی بود؟ از تو سوراخ را آب آوردنش بیرون، تیک کشتنش، یا با صدام چی کردن. اما میراثی که گذاشتن دو کشور ویران در حال جنگ داغون. اما افغانستان رو ببینید، میراث ظاهرشاه هنوز هست و به خاطر اینکه این میراث هست، افغانستان داره علارغم طالبان، علارغم توطئه‌های پاکستان و آسیا، داره به سوی جلو میره، پیشرفت میکنه. مطمئن باشین 10 سال دیگه افغانستان نمیتونیم بشناسیم. با آقای استاد خلیلی رو گفتم واقعا شادمانم وقتی میبینم در کشورتون تلویزیون طلوع 2 کانالم داره. حالا خوشحالم که میبینم شما هم مثل یوروویژن سانگ برنامه میذارید، استعدادهای افغانی رو کشف میکنید. در کشوری که نوکر ولی فقیه آصف محسنی با میلیون ها دلاری که بهش میدن از یه طرف، ملا عمر و دار دستش نوکران آیسه پاکستان از یه طرف، یه مشتم آدم های شیوخ افراطی مثل سیاف و غیره اون هم از یه طرف، اما 2 شخصیت اداره میکنن کشور رو. اشرف زای یه شخصیت بین المللی، دکتر عبدالله یه پزشک دیپلمات، و این کشور آینده خوبی خواهد داشت. ولی دیدی سوریه رو نگاه کنید، بشار میخواد چیکار کنه؟ حالا میرسیم به اخبار سوریه، اما نگاه کنید در تونس، چون زیربنا وجود داشت تونس نجات پیدا کرد. در مصر چون جامعه مدنی قدرتمندی بود، در برابر اخوان سرانجام ایستادن و به سطل زباله انداختنشون. اخوان محال دیگه در مصر به قدرت برسن، ممکنه خودشون تجدید نظر کنن، به صورت یه حزب جدید با اسم دیگه بیان وسط، اما اخوان المسلمین، جنبش مادری که در مصر بود، تموم شد. تو این گیرودار یک واقعه بسیار مهم دیگه هم اتفاق افتاد. دولت عظمای قطر، انقدری دوست صمیمی اسرائیل، پایگاه بزرگ آمریکا، بزرگترین پایگاه در خارج آمریکا بعد از دیگو گارسیا، این کشور با راه انداختن الجزیره اول شور و حال ایجاد کرد، مردم میتونن بحث کنن، صحبت کنن، اما بعدن الجزیره شو سخنگوی اخبار مسلمی، انواع و اقسام توطئه ها رو در مصر انجام دادن. هنوز تظاهرات نشده، دوربینشون اونجا بود. یه داستانی براتون گفتم، مثل این که یه وقتی یه مقاله من در امید ایران نوشتم که سازمان عمل از ایران چه میخواهد، خیلی مقاله تندی بود،
نوشتم که این دار دست که لبنان اومدن، حالا انو حزب الله نیومده بود. اینا نقشه ها برای ایران دارن. نیم اشاره ای هم به آقای چمران خدا بیامرزه به اون کرده بود. ساعت 9 صبح یه خانومی حجاب اسلامی کامل با چادر جوون و یه آقای اومدن دم مجله امید ایران، اومدن تو منشی من اومد گفت دو نفر اومدن شما رو کار دارن. اومدن گفتن بفهمه. اون گفت من فلانی هم از روزنامه انقلاب اسلامی مال آقای بنی صدر. اون خانمم گفت من میگم همیرا چی از روزنامه جمهوری اسلامی. گفتم خب اینجا چیکار داری؟ گفت قرار اینجا تظاهرات بشه. گفتم ای قرار تظاهرات به شما جلو جلو میدونی؟ گفت بله ساعت 11 قرار اینجا شلوغ بشه داره. گفتم الان 9 صبح شما چرا اومدین؟ گفت ما می‌خواستیم آماده باشیم از لحظه اولشو پوشش بدیم. همینطور هم شد. یه دفعه یه گروه اومدن رئیس انجمن اسلامی بانک صادرات که اتفاقا ما یه آقای تبریزی داشتیم، رئیس بانک صادرات همون شعبه اونجا بود، یه کارمندی داشت که این آقا بود همیشه مست. من یادم مثلا 11 صبح میرفتم تو بانک میدم این مسته، به تبریزی میگفتم اینو چرا نگه داشتیم؟ میگو با ساواک ارتباط داره، چون ساواکی کارش نمیتونی بکنی. این آقا رئیس انجمن اسلامی بانک صادرات اومد جلو، شروع کرد عربده زدن و 40-50 تا از این جوجه بچه‌ها دنبالشون رو مسلسل و ما میکشیم میبندیم شما حق. گفتم چی راجب چی اعتراض میکنی؟ این مجله ضد انقلاب. گفتم خب ببینم راجب چی کدوم مطلبش؟ نخیر احتیاجی. گفتم تو اصلا مجله رو خوندی؟ بعد معلوم شد صبح صداشون زدن یه پولی بهشون دادن که برید و آشوب بپا کنید. الجزیره هم در مصر همین جوری بود. توی میدون التحریر چهار طرف اینا آپارتمان اجاره کردن به قیمتای مثلا آپارتمان قیمتش بود 2000 دلار، اینا 10000 دلار داده بودن. 100 تا دوربین گذاشته بودن در جاهای مختلف و روزی که اون درگیری در مسجد رابعه رخ داد، الجزیره وارد بازی شد. یعنی همین افرادش که دستگیر شدن، اینا اصلا جزء تظاهرکنندگان بودن، براشون چیز می‌بردن و می‌آوردن. و بعد یکی دوتاشون که اصلا قاطی اونا بودن و گزارش های دروغ مبالغه هم های به داد برسید پولیس الان 100 نفر رو کشت. ولی دروغ نگاه میکنید دوتا پولیس میفتادن زمین، به پولیس ها گلوله زده بود. این داستان میدان جاله که بندم رفتم اونجا بودم. اتفاقا امید پسرم خیلی کوچیک بود، 3-4 سالش بود، با من بود و این گاز اشکاور چشماشو سوزوند که هنوز یادشه، هیچ وقت از یادش نمیره. باری اینا هم همین کارو میکرد. اتفاقی که افتاد، پادشاه سعودی به عنوان پیر دیر و فت خدای منطقه صدا زد امیر قطر رو، گفت تو چیکار میخوای بکنی؟ ما سفرامونو خواستیم برمیگردونیم آدم شین درست بشین. و امیر قطر هم قول داد و برمیگردیم و اقدامات. تو این وسط رئیس اطلاعات سعودی سفر به مصر کرد، با امیر خالد با جنرال سیسی ملاقات کرد و بعد از اون یه دفعه ناگهان روز یه شنبه اعلام شد آقای خالد توبیجلی رئیس دفتر مخصوص پادشاه سعودی، یعنی این تصمیم مستقیم پادشاه سعودی، به همراه معاون وزارت خارجه قطر که از آل ثانیس یعنی از خاندان حکومتگری جوان هم از تحصیل کرده، رفتن به مصر به دیدن آقای جنرال عبدالفتاح سیسی. باش ملاقات کردن و بعد اعلام شد قطر دست از بدعهدی‌هاش برداشته. سعودی‌ها یه اعلامیه منتشر کردن. در اون اعلامیه گفتن که هر دو طرف به تقاضای پادشاه سعودی روی موافقت نشون دادن که بشینن اختلافات رو حل کنن. 8 میلیارد دلار قطری ها پول در بانک های مصر در زمان مرسی گذاشته بودند. آقای سیسی برگردون. الان اعلامیه است میگه با توجه به اینکه خادم حرمین شریفه دوست میخواد که تمام این اختلاف ها حل شه، به خصوص بین دو تا کشور دوست و برادر مصر و قطر، در تمام سطوح اینه که اومدن صحبت کردن و حالا این هیئت میره و امیدوارن که تمام اختلاف حل بشه. و چقدر سریع مصری ها اعلامیه دادن، قطری ها اعلامیه دادن و از جمله مطالبی که در اونجا توافق شد اینه که الجزیره دست از این آشوب برداره، حمایت از اخوان المسلمین نکنه،
رهبران اقبال مسلمین از قطر بیرون برن. خب اردوغان جان که هست اون میبرد چون پیش خودش برن و در قطر نباشه. این اتفاق خیلی مهمیه، اینو بدونید. قطر رو مهار زدن، چون امیر قبلی پدر این امیر خیلی بلند پروازی داشت، دیگه میگفتن قطر در اختلافات بین دولت مرکزی چین و اقلیم سینکیانگ مسلمان قطر پادرمیانی کرده، قطر رفته بین اکوادور و مثلا نمیدونم کشور نیست در جهان، قطر واسطه شده که راهن بکشه از جهان. وقتی پول زیاد میدست یه بچه نمیدونن چیکار کنن، تو کشور خودشون رو مقدار خرج کرده بر رو. وقت رفتارشون با کارگران جوری بود که سازمان بین‌المللی کار اعلام کرد اگر قوانین ظالمه از بین نره، جلوی برگزاری بازی‌های جهانی فوتبال در قطر خواهد گرفت. خود کنفدراسیون بین‌المللی فوتبال هم تهدید کرد. به هر روی قطری‌ها گفت سوزنی به هوشیاری شدن، به عقل برگشتن. و مصری هم قیافه سیسی رو می‌بینی چجوری با لبخند مثل به یه بچه نگاه می‌کنه، ولی با لبخند اب نداری می‌بخشم کارا که کردی از سر تقصیرتون می‌گذرم. یادم هست وقتی در پی دیدار پرزیدنت سادات از اسرائیل، عربا در بغداد جمع شدن و رابطه رو قطع کردن، به خصوص بعضی از این کشورهای عربی از جمله می قطر خیلی شور و شعف نشون میدادن، سادات یه سخنرانی کرد گفت ببین همه اینا رو ما ساختیم، بچه‌هاشون رو ما درس دادیم، پزشکای ما بیمارستاناشون رو میچرخونن، استادای ما دانشگاه‌هاشونو، قضات ما دستگاه دادگستریشونو، کارگرای متخصص ما زندگیشونو، بدون مصر رو زندگی نمی‌کنن. تازه یه پوزخندی زد گفت به اینا بگو برای من 20 سال هویت بیارن، من 6000 سال می‌زدم جلوش. یه شب بنده این بحث رو در ابوظبی در یک نشستی که بود بعدش نشستم صحبت میکردیم، هی اینا میگفتن جزایر ابوظبی، گفتم آقا ببخشید شما برای من یک سفال بیارید که عمرش 50 سال باشه مال شما، یه دست نوشته بیارید که نشون بده من تو خونم 5000 ساله دارم 4000 ساله دارم. بعد این جزایر کشوری بوده به نام شما که اینجا شما خراجگذار ایران بودید یا انگلیس، فقط توتون سلطان عمان بوده اون همیشه از زمان صفویه، بعد تازه اونم خراجگذار بود، حالا انگلیس ها میرفتن پول میدادن تحریکش میکردن ولی خراجگذار بود. و هم امروز هم با همه تحولات ایران هنوز سلطان عمان به نوعی خراجگذاره، هنوز وفاداره به عهد اجدادش از 5-6 قرن پیش. باری این آشتی رو باید غنیمت دانست، بسیار خوبه، میتونه در اوضاع منطقه تأثیر اساسی داشته باشه و نقش مصر رو به عنوان یک کشور با تمدن، با سابقه، با گذشته قابل افتخار، نقشش رو پررنگتر و برجسته‌تر بکنه. نظرم خیلی خیلی مسئله جالبی. نقطه دیگر که باید بهش اشاره بکنم خیلی جالبه، بچه های ایرانی بازوغ هم، بچه های بازوغ هم اومدن یه سخنرانی رئیس جمهوری چین رو پیدا کردن، بعد زیرش حرفایی رو نوشتن که اون بیچاره اصلا نگفته نه به این کارا کاری داره، ولی خیلی بامزه است. ایده هم اینو جدی گرفتن. من دیروز برام 10 تا پیام اومد، دکتر آقا نوری زاده، علی رضا، دیدی رئیس جمهور چین چی گفت؟ اول شب یلدا برای ما پیغام داده، رو دست اوباما بلند شد، شب یلدا داره به ما پیغام میده، بعد ببین چه حرفایی میزنه، خیلی با مزه است حرفا. بنابراین این فیلم رو که میبینی جدی نگیری، این اون رئیس جمهور چین حرفایی زده راجع به یه چیزی گفته، حالا کنفرانس شانگهای بوده یا موقع دیگه، پیام تلویزیونی به ملتش داده یا حرف دیگه زده نمیدونم، ولی اون متنی که اون زیر به عنوان ترجمه سخنان او میارن حقاً از بهترین طنزهایی است که در این مدت ها خواندم و شنیدم و دیدم. البته طنز هادی خرسندی جای خود رو داره، اون یه چیز دیگه. بریم نگاه کنیم این فیلم رو. نیو شمن، شن شمن، خونج من، پنیو من، ما من جیجان این وای چون من سیوان در 2014
一年复始，万象更新。在这里，我向全国各族人民，向香港特别行政区同胞和澳门特别行政区同胞，向台湾同胞和海外侨胞，向世界各国和各地区的朋友们，致以新年的祝福。祝福老人们健康，祝福孩子们快乐，祝福每个家庭幸福安康。在这辞旧迎新之际，无数工人、农民、知识分子、干部仍然坚守在工作岗位，不少同胞依然奔波在世界各地，为祖国辛勤工作。许多人民解放军和武警官兵、公安干警正在履行光荣使命，他们有的远离祖国，远离亲人，有的不能回家同家人团聚。我代表祖国和人民向他们致以诚挚的问候，祝他们平安顺利。2013年对我们国家和人民来说是很不平凡的一年，我们共同战胜了各种困难和挑战，取得了新的显著成就，成绩来之不易，凝聚了大家的心血和汗水，我向大家表示衷心的感谢。2013年我们对全面深化改革做出了总体部署，共同描绘了未来发展的宏伟蓝图。2014年我们将在改革的道路上迈出新的步伐。我们推进改革的根本目的是要让国家变得更加富强，让社会变得更加公平正义，让人民生活得更加美好。改革是需要我们共同为之奋斗的伟大事业，需要付出辛勤的努力，一分耕耘一分收获。在改革开放的伟大实践中，我们已经创造了无数辉煌，我坚信中国人民必将创造出新的辉煌。宇宙浩瀚，星汉灿烂，70多亿人共同生活在我们这个星球上，应该守望相助，同舟共济，共同发展。中国人民追寻实现中华民族伟大复兴的中国梦，也祝愿各国人民能够实现自己的梦想。我真诚希望世界各国人民在实现各自梦想的过程中相互理解，相互帮助，努力把我们赖以生存的地球建设成为共同的美好家园。生活总是充满希望的，成功总是属于积极进取、不懈追求的人们。我们在前进的道路上还会遇到各种风险和挑战，让老百姓过上更加幸福的生活还有大量工作要做。我们要谦虚谨慎，艰苦奋斗，共同谱写伟大祖国发展的时代新篇章。谢谢大家。希望管不住。بچه هایی که اینو درست کردن حقاً که ذوقتون بالای بالاست. رئیس جمهوری چین داده یه یلدا مبارک و جنس تقلبی نخوریم، بعد کشور شما ماهواره ها رو با بوغلتون رو هم قلتک خرابش بود، لیسی برا رو قشنگ بود. میریم حالا از چین پرواز میکنیم، میریم به آذربایجان عزیز، به تبریز، میریم سراغ عاشقا. من یه بار گفتم اون عاشق علی اسکر یادم نمیره که این چه گور دستش میخون، یالد جانم هجرل وصل رخ یار استرم. بریم گوش بدیم این عاشق رو با ترانه‌ای که میخواند، آهنگی که میخواند. موسیقی
بسیار زیبا بود. درود میفرستم بهشون، یادش بخیر. با حسین خانشهری تهیه کنندم رفتیم در قهوه خانه عاشقا در تبریز، عاشق علی اسکر برامون خوند، کوروغلی رو خوند، نظامی خوند، خسرو شیرین، چقدر زیبا بود. مجله رهاورد مجله بود که زنده یاد حسن شهباز پایه گذارش بود. من حسن شهباز رو خیلی دوست دارم، از همون زمان رادیو. بعضیا بودن که اثرشون رو آدم خیلی زیاد، از جمله او بود، تاثیرگذار. و هر بار میرفتم لس آنجلس این سالها میدیدمش تا اینکه ناگهان بانگی برآمد خواجه رفت. حالا مجله رهاورد، مجله نفیس، مجله عالی بیرون میده و بعد چی میشه؟ بانوی او همت کرد، خانم شعله شمس، خانم شهباز آمد و مجله رو ادامه داد. مجله رو آخرین شمارش رو میبینید روی جلدش رو، و که میبینید محمد رضا عالی پیام یک سو و سیمین بانو هم سوی دیگر. 70 سال این گله جا ماندم که از کف نرود یک متر و 70 صدم گورم به خاک وطنم. 70 سال این گله جا ماندم که از کف نرم. بسیار زیباست مجله، شماره بسیار پرباری. من از هموطنانی که در خارج کشور هستن میخوام مشترک بشن، یه همچی کار نفیسی رو باید ادامه داد. من همچنان افسوس این رو میخورم که نتوانستیم روزگار نو رو ادامه بدیم. 20 و اندی سال زنده یاد جعفر رائد، زنده یاد اسماعیل پوروالی، و بعد من سردبیر رو عهده‌دار شدم که یک سال دوام آوردم، ولی هزینه سنگین بود، واقعا نمیتونستیم. ولی نگذارید این چراغ پرنور خاموش بشه. بانو شهباز و همکارانشو یاری کنید، اشتراک بگیرید. خیلی مهمه که ما یاد بگیریم یه نشریه وزین رو مشترک بشیم. چند تا دیگه داریم، چند تا مثل رهاورد یا ایران شناسی داریم که دکتر متینی و یاران بزرگوارش منتشر میکنه. تو این دو سه روز اندوه داره یک رفیق دور و دیر، یک استاد کارش، نازنینی که همه ما دوستش داشتیم، مرتضی احمدی. این پیش پرده خانی هایی که مرتضی میدونست شاید فقط خودش میدونست، حتی بعضی ها رو آهنگاش هم خودش ساخته بود. من هیچ وقت یادم نمیره اون مقدمه ای حسن کچل رو که علی حاتمی شعر رو نوشته بود زنده یاد و اون میخوند، و بسیاری دیگر که ما با او سر کردیم. این آخری ها خسته شده بود، چهرش رو میدیدم افسرده بود، بیمار بود، از او تجدیل شد. حتی رژیم جمهوری ولایت فقیه نتونست او رو انکار بکنه، و مرتضی احمدی در دلهای ما باقی خواهد بود. فکر کنم صدایی هم ازش داشته باشیم که یه لحظه گوش بدیم، مرتضی رو گوش بدیم، اون صدای پرتنین تهرانی با اون همه عهد و خاطره و داستان. گوش بدیم صداش.
بله، یادش بخیر به خانواده عزیزش و به همه مردم ایران فقدانش رو تسلیت میگم. میگم یکی او میشود، احمدی میشود، و یکی جانوری میشود به نام واسق البطاط، یا آخوندکی آدمکش که دست پرورده ناصر ابوالمکارم شیرازی و محمود هاشمی العراقی بود که لقب شاهرودی رو دزدیده بر خود گذاشت. این آقا یه مدت نوکری نیروهای بد رو میکرد، همین آقای عامری رو، هادی العامری، و بعد این آدم آمد و رفت خودش دار و دسته درست کرد به نام حزب الله عراق. کنار جاده بمب میذاشتن به دستور سپاه قدس و اطلاعات رژیم آمریکایی‌ها رو بکشن، گروگان میگرفتن، افسرهای عراقی زمان صدام میرفتن شکار میکردن، سر میبریدن، به زناشون تجاوز میکردن. چندین نوبت این دستگیر شد. دکتر عیاد علاوی محاکمش داشت میکرد که بعد با اون توطئه آقای مالکی اومد رو کار، رو بعدم آقای مالکی شد ایشون بردستش، بردست سپاه قدس. مالکی مأمور اجرای کثیف‌ترین جرائم در عراق، آدمکشی، دزدی، تجاوز به نوامیس مردم. ادعا میکرد من مقلد آقای خامنه‌ای‌ام، ذوب شده در ولایت. بعد این آدم دید این اسم حزب الله دستمالی شد، خود حزب الله هم صداش در اومد که جیش المختار، و یه عده از این فراریای از دار و دسته مقتدا صدر اونا هم رفتن اصائب اهل الحق رو درست کردن. بعد دعوا شد سر غنائم، چند تی از اونها یه عده اومدن سراغ ایشون. مدعی شد که 50,000 نفر دنبال روشن، 500 تا مزدور داشت. بعد که تو سوریه رفتن و $1,000 دستمزد میداد جمهوری اسلامی، شدن 1,500. اینا چند ماموریت برای رژیم انجام داد. حمله به پایگاه اشرف بود، رفتن 30-40 تا از این مجاهدین رو کشتن، آدمایی که دیگه نه، فقط آقای رجوی میخواست با جونشون بازی کنه. بعدم ادعا کردن بله آقای رجوی تو زیر زمین قایم بود. آقای رجوی فردای حمله آمریکا به عراق فرار کردن، تشریف بردن در اردن در ویلای مربوطه با استخر و ساز و برگ و وسائل تفریح شازده مسعود خان. بعدم حمله کردن به اردوگاه لیبرتی، ناجوان مردان، باز عده ای از این مجاهدین مریض، 50 سال، 60 سال سنش، 30 سال عمرش رو رجوی به باد داد، 30 سال عمرش رو رژیم جمهوری اسلامی به باد داد. حالا هم آقای ایشون آقای واسق تشریف بردن برای کشتنش. در هر حال این آدم به درک واصل شد. این واسق بطاط جنایتکاری بود که در همین روزهای، در همین ماهای اخیر در کنار نیروهاشون از سوریه فرا خواندن رفتن به جنگ داعش. ولی در هر نقطه اینا وارد می شدن، اگر منطقه سنی نشین بود خونه ها را غارت میکردن، اگه کسی اونجا مونده بود میگرفتن میکشتنش، به طوری که صدای سنی ها در اومد آقا من نمیخوام گرگم تو هستی، من نمیخوام داعش، صد رحمت به داعش، چون تکلیفم با اون روشنه، ولی تو به عنوان آزاد کننده اومدی. این گروه و اصحاب اهل حق و یه مقداری هم دار دسته بدر آقای عامری صدای بعد، یکی از دلایلی که داعش ادامه تکرد همین بود. شما در چند روز اخیر دیدید نیروهای کرد پیشمرگه ها به رهبری شخص پرزیدنت بارزانی چه موفقیت های بزرگی داشتن، سنجار رو پاک کردن در مناطق دیگه، حتی مناطقی که دیگه کردنشین نیست یا به کردها تعلق نداره. بودن آقا چیکار کنیم، عراق وطنمونه، داریم میریم آزاد کنیم.
و موفق شدن با کمک عشایر، البته جمهوری اسلامی زود پرید وسط میدون، به محض اینکه دید آمریکایی‌ها میخوان و دولت‌های منطقه هم موافقن که یک گارد ملی درست بشه و در مناطق سنی نشین از سنی ها، جمهوری اسلامی دو سه تا از این مزدورانش رو صدا زد، از جمله یکی از رهبران سابق گروه صحوه. اینا رفتن ایران، پولی بهشون دادن، بهشون هم گفتن اسلحه میدیم و همینا اختلاف انداختن تو کنفرانس اخیر اربیل که عشایر و سنی ها بودن اونجا نرفتن. آقای اسامه نجفی صریحا اونجا گفت، گفت اینا مزدورای جمهوری اسلامی هستند و اونا میخوان در اینجا هم یک آشوب بده، یه ده مزدور سنی هم برای خودشون بیارن. به هر رو جالب بود و قابل تأمل که بنده دیدم و گفتم حتما بهش اشاره کنم. یه نکته رو من یادم باشه، من دیروز پیروز داشتم نگاه میکردم یکی از این کانال های دینی رو مال اهل سنت و دیدم اونجا حرفایی از این آقای دانشمند پخش کردن، این آخوندی که از نوکران بارگاه ولایت فقیه، حالا یه بارم یه نیشی زده برای سینه زنی و غم زنی. ایشون گفت لعنت به اهل سنت و حرف بسیار رکیکی زد درباره عدم حلال زاده بودن اهل سنت و خلفای راشد. آیا رژیم جمهوری اسلامی با این همه ادعاش که ما سنی ها برادران ما، برادران شما و شما این حرفا رو راجبشون میزنید؟ البته در مقابل اون مرده که علایاری هم از اون بر اونم داره همی حرفا رو میزنه، یه ادم تندرو این طرف هستن، ولی انسان های وارسته هم هستن که آدم های متدینی هم میان راجب مذهب صحبت میکنن، توهین نمی کنن، ولی اینا توهین میکنن، رکیک حرف میزنه. اون رئیس قضاونه رکیک حرف میزنه، ادعا میکنه بله ما یتبعون الحسنه رو دنبالش هستیم، یستمعون القول، دروغ میگید. در کلامتون من دیروز چندین مورد رو دیدم، دروغهای وسیع و استناد به اون کتاب هجو چرند بهار الانوار. واقعا مجلسی جنایت کرده با این 138 جلد، حالا 60 داشت کردن 68 داشت کردن، ولی خیلی برام جالب بود اینا رو میدیدم که تا چه حد اینا در این بیراه افتادن. بله حضورتون عرض کنم که دوست عزیزی برای من مطلبی فرستاده که من دلم میخواد اینجا بهش اشاره کنم، گویی که خیلی هم مطلب دیگه مون مونده. اشاره کرده در ایام اخیر مرگ مرتضی پاشایی به عنوان یک پدیده نامتعارف در ایران مطرح شد و علاوه بر همه حرف ها حدیث ها همایشی به نام پدیده به نام پاشایی برگزار شد و آقای عبازلی به عنوان دانشیار جامعه شناسی مطلبی مطرح کرد که دل را سوزاند، نه از آن نظر که به پاشایی و عمل کردش توهین کرد، بلکه از آن جهت که چنین اشخاصی به اسم استاد و با این سطح دانایی مسئولیت تربیت جوانان این مرزوبوب را دارد. با آن جهت که در بین مفسران و تحلیلگران خارج از کشور ندیدم و نشیدم که کسی درباره گرد همایی مردم در تشییع جنازه پاشایی قضاوت درستی داشته باشد، به عنوان فردی که طی تمام سالهای گذشته از روز انقلاب تا امروز یک روز هم پایش را از کشور بیرون نگذاشته، مکلف دیدم که این مطالب را عنوان کنم. در روزهای پیش از درگذشت مرحوم پاشایی دو اتفاق مهم رخ داد. نخست اعدام جابرانه ریحانه جباری و پس از آن اسید پاشی اصفهان و این هر دو واقعه موجبات خشم مردم را فراهم کرد. تشییع پیکر پاشایی حادث از این عصبانیت عمومی و واکنش بود. بسیاری از خارج نشینان که از مسائل داخل بیخبرن مکرر از عدم انجام حرکت های مدنی سخن گفتن، اما هرگز به این واقعیت توجه ندارن که مردم تحت چه شرایطی زندگی میکنن و علارغم خورده انگاری های آن سوی آب، این مردم با شناخت دقیق وضعیت جامعه در لحظات اساس به بهترین وجه حرکت های شگفتی آور انجام میدن. بارسترین حرکت ها انتخابات سال 1376 بود، دوم خرداد انتخاب خاتمی با آن تعداد رأی مبین آن بود که مردم با دیدگاهی که ریاست جمهوری ناطق نیری را تجویز می‌کند مخالفند.
بگمان من آنچه در مورد ایراده خارج نشینان بود که چرا بعد از تظاهرات سال 88 مردم در خیابان ها نماندند. بی تردید نشان دهنده وجه بارز آن حرکت بود. انتخاب موسوی در مقابل احمدی نژاد انتخابی ایدئال نبود و مردم اگر در مورد آن پافشاری نکردند به آن دلیل بود که وی را منادی حاکمیتی می‌دانستند که نمی‌خواهند. برگردیم به موضوع پاشایی. در موقعیتی که جامعه دچار عصبانیت بود در گذشت پاشایی رخ داد. مردم تشییع او را موقعیتی مناسب دیدن برای ابراز خشم و ناراحتی خود از حاکمیت و استفاده از همان ابزاری که همواره مورد استفاده حاکمیت در سالهای گذشته بود که نبض جامعه را در دست دارد. سرانجام در ایام اخیر یک اتفاق خیلی مهم رخ داد که همان مقابله دانشجویان با سردبیر کیهان در دانشگاه بود. منظورش حسین بازجو، حسین سعید شریعت مدرسه. باید به این موضوع از آن دیدگاه توجه داشت که مخالفت با این شخص نماد مخالفت با حامیان وی بود و این حرکتی است که در گذر زمان به عنوان یک سنگ بنا درباره آن قضاوت خواهد شد. حال عنایتی هم به بنده کرده چون شما رو میشناسم این موضوع رو برای شما مطرح. سپاسگزارم هموطن عزیزم که بسیار تحلیل درستی داشت. اما یک موضوعی که نمیشه رهاش کرد و اون سفر آقای علی لاریجانی رئیس پارلمان به دمشق. ایشون در یه سفری که شامل عراق و لبنان هم شده به لبنان هم رفت، تمام سلام رو نخست وزیر لبنان آقای نبیه بری رو و در سوریه با بشار هم ملاقات کرد. همتای سوریش به استقبالش رفت که البته پارلمان سوریه یعنی کشت بدتر از پارلمان جمهوری اسلام. و آقای لاریجانی نگاه کنید همراهان ایشون هم بهشون توجه کنید. غیر آقای شیخ الاسلام که خودش 8 سال سفیر بوده در سوریه و رئیس دانشگاه خط امام بود و غیره، بقیه رو نگاه کنید انگار رفتن دور حرم حضرت عبدالعظیم جمع کردن یه 7-8 تا التماس دعایی رو جمع کردن با خودشون بردن به عنوان مسئولان بلندپایه و کارشناسان و نمایندگان مردم ایران. چرا آقای لاریجانی رفت؟ حالا براتون میگم. در مسکو روسا مشغول گفتگو با بخشی از اپوزیسیون سوریه شد. برای جام حرم از زینب رفت. نگاه کنید همراه. از جمله با آقای معاذالخطیب رئیس سابق ائتلاف ملی و اپوزیسیون. روس‌ها کم کمک دارن به اینجا میرسن که هزینه نگهداری بشار خیلی زیاد. وضع مالی جمهوری اسلامی هم بده. دولت با آقای خامنه‌ای گفته دیگه نمیتونیم اعتبار به سوریه بدیم. 3.5 میلیاردی که دادیم کمر ما رو شکسته توی سال اخیر. در نتیجه آقای لاریجانی رفته صحبت کنه. نوعی در واقع میخوام بهتون بگم استمزاج بکنه. فضا رو ببینه. آیا میشه بشار رو راضی کرد؟ آقا جان بگذار یه دولت ائتلافی به ریاست فاروق الشهر یا معاذالخطیب تشکیل بشه، تعدادی از وجوه مورد ثقه و اعتماد شما و تعدادی هم از اپوزیسیون داخل سوریه جمع بشن و با اینها میتونن یه دولت ائتلافی شما محترمانه بدید. اینا حالا پس پرده است. من نمیدونم لاریجانی رو به اسد گفته یا نه، چون آقای خامنه‌ای میگه اسد بچه منه، من مثل مشتبه است و من نگرش میداره. ولی اسد به تای خطش رسید. من با سوریا که صحبت میکنم میگن از این جنایت، این از مغلها جنایتکارتره، از هولاکو جنایتکارتره. اسد باید بره. حالا جمهوری اسلامی باید فکر کنه مصالحش ایجاب میکنه که اگه بخواد نظام رو حفظ بکنه باید شخصی غیر اسد باشه. تو این وسط هم پسر جنرال طلاس که وزیر دفاع حافظ بود و حافظ اسد و رفیقش و این مدت کوتاهی هم با بشار بود، این آقا مصاحبه کرده گفته کشته شدن آصف شوکت شوهر خواهر بشار و جنرال ترکمانی و ایده که در یک انفجار بزرگ بود دست خود بشار بود با کمک جمهوری ملت فقیه. این انفجار حزب جمهوری اسلامی که مجاهدین علکی مسئولیتشو بخته گرفت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده شما رو میگذارم با یه ترانه بسیار زیبایی برای کریسمس که مهرانای عزیز خونده با دخترک نازنینش.
تا فردا همه شما را به پروردگار